کویت، عربستان و امارات در مورد سفر به مناطقی در لبنان که در اون درگیری روی داده به شهروندانشون هشدار دادند. شنبه گذشته در درگیری بین شبه نظامیان گروه فتح و گروه های اسلامی در کمپ عین الحلوه دست کم 13 تن کشته شدند. طبق گزارش رسانه‌های لبنان، درگیری‌ها در چند روز گذشته هم ادامه داشته. عین الحلوه یکی از 12 کمپ آوارگان فلسطینی در لبنانه. تخمین زده میشه بین 80 تا 250 هزار آواره فلسطینی در لبنان زندگی کنند. پس از این درگیری‌ها، کویت بامداد پنجشنبه به شهروندان این کشور توصیه کرده که از مناطقی که درگیری در اونها روی داده دوری کنند. عربستان هم جمعه شب از شهروندان خود خواست تا سریعاً لبنان رو ترک کنند و به مناطقی که درگیری در اونها روی داده نزدیک نشن. همچنین امارات هفته پیش به شهروندان این کشور هشدار داده بود که به غیر از موارد ضروری به نزدیکی این کمپ نرند. پس از هشدار این کشورها، دولت لبنان شنبه در بیانیه اعلام کرد که وضعیت امنیتی این کشور نگران کننده نیست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان خواهان توقف درگیری‌ها در کمپ عین الحلوه شدند. همزمان در جنوب لبنان تنش‌های مرزی بین اسرائیل و حزب الله هم افزایش پیدا کرده. در میانی این تنش‌ها، معاون وزیر دفاع آمریکا در امور اطلاعاتی و امنیتی با مقامات اسرائیل دیدار کرد. به گفته وزارت دفاع آمریکا، اونها در مورد تهدیدهای جمهوری اسلامی، حزب الله و تقویت همکاری‌های اطلاعاتی رایزنی کردند. سوران خاطری، صدای آمریکا، اقلیم کردستان عراق.